بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتان بخیر. به خبرنامه امشب خوش آمدید. مقامات امنیتی بلخ میگویند که 4 قصاب را به اتهام فروش گوشت خر بازداشت کردند. شیرجان دورانی، سخنگوی قماندانی امنیه بلخ، گفته که افراد مذکور امروز در منطقه خواجه سکندر ولسوالی شلگر بازداشت شدند. موصوف افزوده که 4 باشنده منطقه مذکور امروز خر قصابی کرده بود و میخواستند که گوشت آن را بفروشند و یا شاید هم بخورند. ایکس باز بازی میمون ها در باغ وحش ملبورن. محققان استرالیایی در حال توسعه بازی های ویدیویی سفارشی برای اورانگتون ها در باغ وحش ملبورن هستند. در اوایل سال جاری محققان مرکز تحقیقاتی مایکروسافت در دانشگاه ملبورن با باغ وحش ویکتوریا برای آزمایش استفاده از بازی‌های ویدیویی تعامل برای اورانگوتان‌ها که یک گونه بومی منحصر به فرد آسیایی هستند همکاری کردند. و گفته محققان این پژوهش این کار تأثیر مثبتی بر اورانگوتان‌ها و نحوه تعاملات آنها با بازدیدکنندگان باغ وحش دارد. محققان این بازی‌ها را بر اساس عکس العمل های اورانگوتان ها توسعه داده و برای این کار از تکنولوژی سه‌بعدی کینکت که در بازی ایکس باکس به کار رفته استفاده کردند. نتایج به دست آمده از این آزمایشات باعث شد تا محققان به فکر توسعه یک بازی ویدیویی بیافتند که اورانگوتان ها بتوانند در داخل محوطه خود با آن بازی کنند و در عین حال افراد نیز از خارج از محوطه بتوانند با آنها به انجام این بازی بپردازند. ساخت کفش برای یک پنگوئن معلول. با گزارش از گیزمک، چاپ سه‌بعدی تاثیر بزرگی بر جهان پزشکی گذاشته که این اثر را به ویژه میتوان در کمک‌های آن به معلولان در کشورهای جهان سوم مشاهده کرد. البته این فناوری همچنین کمک زیادی به دنیای حیوانات نیز کرده و در جدیدترین اقدام یک پنگوئن آفریقایی توانست با یک کفش ارتوتیک چاپی سه‌بعدی دوباره آزادانه راه برود. این کفش از پای پنگوئن که پرپس نام دارد پشتبانی و محافظت میکند و در عین حال بزرگ نیست. دانش آموزانی که این کفش را ساختن از یک اسکنر سه‌بعدی برای اسکن کردن قالب پای پنگوئن استفاده کردند که سپس مورد اصلاح قرار گرفته و برای طراحی یک ارتوتیک استفاده شد. کفش چاپی جدید سبکتر، مقاومتر و متناسبتر بوده و به پرپس اجازه داد تا مانند همنوعان سالم خود راه رفته و شنا کند. کاریکاتور. ازدواج از نوع جدید، البته این بار با گوشی موبایل. آرون مرد در ایالت لاسوگاس امریکا طی مراسم رسمی با گوشی هوشمند خود ازدواج کرد و با یک موبایل پیوند ازدواج برقرار کرد. مطالعه توسط سایت اینترنتی کاسپرسکای صورت گرفته که نشان می‌دهد یک چهارم مردم گوشی هوشمند خود را بیشتر دوست دارند و با بودن موبایل احساس تنهایی هم نمی‌کنند. برای بسیاری از ما هنگام خوابیدن و بیدار شدن اولین چیزی که با آن ارتباط برقرار می‌کنیم ای است که موبایل‌های خود را چک می‌کنیم و با آنها مشغول می‌شویم. جشنواره رنگ‌ها، این جشنواره در هندوستان برگزار شده و این روز در سراسر هندوستان تعطیل رسمی است و موجی از شادی و خوشحالی در میان مردم به چشم می‌خورد. مردم در این روز با پاشیدن رنگدانه‌های مخصوص و آب بر روی یکدیگر از صبح تا غروب جشن می‌گیرند. جشن رنگ‌ها یکی از آیین‌های سنتی مردم هند است.